با روشنترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان دوشنبه شبی دیگر و آغاز برنامه های شمگاهی صفحه یک برنامه های خبری تحلیلی امشب را با مروری بر سرفصل اهم عناوین و مطالب منتخب میگشاییم صفبندی تند و تیز جناهای رقیب بر عرصه انتخابات ایران علیه یکدیگر خاصه با حمله های رسانه های دست راستی واکنش ها به انفجار حرم زینب دختر امام اول شیعیان و خواهر حسین ابن علی امام سوم شیعیان در حین روند مذاکرات صلح سوریه با اصلا به اظهارات حسن روحانی در دیدار با حسن خمینی و اظهارات انتخاباتی گلای آمیز وی اعطای نشان فت از سوی خامنه به دریاداران سپاهی دستگیر کننده چند جوان دریادار آمریکایی واکنش ها به تظاهرات خیابانی بسیجیان علیه سیاست های نفتی کابینه روحانی همینطور موجی از مطالب مرتبط با بهمن و سال روز استقرار نظام فقها در ایران نتایج و آثار آزاد شدن 100 میلیارد دلار دارایی ای ایرانی و آخرین خبرها از نشست صلح سوریه و مخالفان سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه دوازدهم بهمن ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروح خبرها و نظرها با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت با درودی دوباره محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند همینک و در بخش نخست با گزیده خبرهای کوتاه از ایران منطقه و جهان برنامه امشب صفحه یک رو پی میگیریم انفجار در دمشق حوالی حرم زینب جایی که بسیاری از نظامیان و سپاهیان جمهوری اسلامی به طور روزانه بر سر حفاظت از آن جان میبازند معادلات صلح سوریه رو نیز با مخالفان خود در سوئیس دچار ابهام کرد بر اساس گزارش های دریافتی تلفات انفجارهای دیروز یک شنبه در منطقه زینبیه در جنوب شهر دمشق به 71 کشته رسید گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است به گزارش خبرگزاری جهانی خبرگزاری مختلف از جمله فرانس پرس ابتدا یک خودروی بمبگذاری شده منفجر شده و هنگامی که مردم به این محل انفجار نزدیک شدند بمبگذار انتحاری دیگری خود را منفجر کرده است پیش از این نیز رسانه های دولت سوریه اشاره کرده بودند که در سه انفجار روز یکشنبه دست کم 50 نفر کشته و یکصد نفر زخمی شدند. سانا خبرگزاری رسمی سوریه گفت نخستین انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس بود. سانا اضافه کرد که هنگامی که مردم در محل انفجار نخست جمع شده بودند، دو بمبگذار انتحاری خود را بین مردم منفجر کردند. گروه خلافت اسلامی داعش در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مسئولیت حملات روز یک شنبه جنوب دمشق را بر عهده گرفت و گفت که دو عضو این گروه دست به عملیات انتحاری زدند در بیانیه گروه خلافت اسلامی آمده بود دو سرباز خلافت در منطقه سیده زینب دست به عملیات شهادت طلبانه علیه کفار زدند که در آن تقریبا پنجاه نفر کشته و دوازده نفر زخمی شدند. در این راستا اما جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بود که واکنش نشان داد. نظر به حضور دور و دیر نظامیان جمهوری اسلامی در حوالی حرم مبنی بر مدافعین حرم واکنش جمهوری اسلامی مورد انتظار بسیاری از ساکنان سیاست و کوی رسانه بود است. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انفجارهای منطقه زینبیه دمشق ضمن درخواست پایان دادن به سیاست ارسال سلاح و نیرو به داخل سوریه طبعا این انفجارها را محکوم کرده است. ادامه خبرها با سوریه و صلح بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر از ژنو در ادامه مذاکرات صلح در سوریه قرار بود امروز دوشنبه استفانو دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل با هیئت نمایندگان دولت سوریه و نمایندگان مخالف دیدار و گفتگو کند گزارش ها حاکیست که آقای دیمیسترا ابتدا با هیئت دولت سوریه و سپس با نمایندگان گروه های مخالف یا کمیته عالی مذاکرات دیدار خواهد کرد که شرح تکمیلی آن را از سوی همکارانم در گروه آن سوی خبر خواهید دید و شنید خبرها و نظرها را ادامه میدهیم با آخرین و تازه ترین جدال های جناهی در ایران که در روزنامه های امروز منتشر در تهران نیز باستاب گسترده و وسیعی داشته است و در واقع میتوان گفت اکثر و بیشتر اناوین روزنامه های امروز رو به خود اختصاص داده بود حضور یافتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی بر سر مزار آیت الله خمینی به مناسبت دوازدهم بهمن ماه که در واقع سال روز ورود خمینی به ایران پس از سالیان تبعید بوده در سالهای آغازین بحران 57 در بسیاری از روزنامه های امروز باستاب داشت نکه جالب در صفحه بندی روزنامه های امروز مشهود بودن صف بندی دو طیف رقیب در روزنامه ها بود که بسیار بیش از روزهای گذشته به چشم می آمد که چگونه خط کشی دارند و خط ها بیش از پیش در واقع شکاف برداشت در حالی که همه روزنامه های مدافعین تغییر و تحول در ایران با مباحث انتخاباتی و اقتصادی و دیپلماسی بین الملل سفارایی شده بودند در کمپ دیگر تمامی روزنامه های دسترسی نزدیک به نهاد رهبری ایران با انتشار خبرهای خامنه و نهادهای نظامی و نشان فتح به سرداران سپاهی و آمریکا ستیزی آراسته شده بودند به نمونه های از این صف بندی و صف بندی ها نگاهی کوتاه خواهیم انداخت آرمان دیدار دو حسن را به تصویر کشید حسن روحانی و حسن خمینی که با سیمایی مملو از مهر سخن از آرزوی انتخاباتی مبارک داشتند این در حالی است که واکنش ها به تظاهرات خیابانی بسیجیان جلوی وزارت نفت پس از برجام موج تازه‌ای از مخالف خانی های سازماندهی شده تیف های علیه دولت رو در واقع کلید زده است آرمان در این راستا به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هشدار داد که تظاهرات خیابانی راه اصلاح قرار داده نفتی نیست در حالی که بر اساس گزارش روزنامه آرمان احمد توکلی نماینده در واقع متفاوت و منتصب به اردوگاه اصولگرایان که اصولا مواضعی لغزان و مقطعی دارد خواهان شدت عمل بیشتر شپ نظامیان و بسیجیان علیه دولت شد و با لحنی هشدارآمیز گفت که حتی ده آت تجمع برای قرارداد نفتی کم است و اما آفتاب یزد با مطالبی تا حدودی متفاوت تر از سایر روزنامه ها منتشر شد و از احتمال استرداد خاوری به ایران از سوی کانادا خبر داد و در گزارشی با عنوان دیپلماسی استرداد احتمال بازگرداندن خاوری رئیس پیشین بانک ملی ایران که با میلیاردها دلار راهی کانادا شده و کنام برگزید رو جدی توصیف کرد و در گفتگوی با دو مقام حقوقی و سیاسی مقیم ایران نوشت که دیپلماسی بین المللی ایران و کانادا قوی تر باشد مراحل استرداد خاوری هم سریعتر صورت خواهد گرفت در واقع پس از روی کار آمدن دولت لیبرال جاستین ترودو میل به بهبود روابط ایران و کانادا هر روز بیشتر شده و گویا دیدارهای همیان مقامات جمهوری اسلامی و کابینه ترودوی جوان در داووس سوئیس صورت گرفت آفتابی است اما موضوع اصلی صفحه یک را به موازه زد و نقیز و آکنده از خود های محسن رضایی اختصاص داد و از آن به عنوان جست های آقا محسن یاد کرده بود در این گزارش به نقل از زیبا کلام در وصف محسن میخواندیم که محسن رضایی در بلا تکلیفی به سر میبرد منظورشون بیشتر به این نقطه بود اشاره میکرد که از طیف های مختلف در نوسان و شناور هست آفتابی از با انتشار چه چهار سرمقاله به موضوع جاری روز نیز اشارات تفصیلی داشت از جمله سرمقاله اصلی را به عنوان دلها منتشر کرده بود و با اشاره به رد صلاحیت گسترده ای نامزدهای ناهمسوب و نظام از جمله طیف از نتیجه که راه رسیدن به ساختمان هرمی شکل مجلس برای اصلاح طلبان به شدت صعب العبور و ناهموار است این روزنامه همچنین در یادداشتی به قلم میسم مافی از وزارت ارشاد ایران خواست که از محمد رضا شجریان هم حمایت کند در قوقای هنرمندآزاری در نظام فقه ها این نویسنده جوان آفتابی از همچنین نوشت با اشاره به حوادث پیش آمده این روزها برای برخی از هنرمندان ایرانی از جمله سالار عقیلی خواننده‌ای که با حضور در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای با حذف در جشنواره فجر مواجه شده بود و همینطور خانم معتمد آریا که در کاشان مورد خشم و غضب شاخک های استانی ولی فقیه مواجه شد که در واقع با مواضع مبرهان و روشن مسئول ارشاد تا حدودی مسائل این دو هنرمند حل شد این نویسنده درخواست کرد که از محمد رضا شجریان نیز حمایت علنی شود و این خواننده نامی میهن بیش از این پس از 6 سال از وقایع اعتراضات انتخاباتی سال 88 در محاق و توقیف اجرا نماند نویسنده عدم حمایت سریح و شفاف وزارت ارشاد ایران در قبال مشکلات شجریان رو قابل درک نمیدانست و خواهان حمایت سریح مسئولین وزارت ارشاد از وی شده بود شاید نویسنده جوان آفتابی است محدودیت داشت تا آشکارا اشاره کند که این هنرمند ملی میهنی مورد قذب بالاترین عنصر نظام یعنی شخص ولی فقیه قرار گرفت که بایستی برای حل مشکل وی با بیت رایزنی کرد که شجریان بعید است چنین تمکین کند و رقم میزنیم و ادامه میدهیم با سایر مطالب برگزیده از دیگر روزنامه ها در برنامه امشب دوشنبه دوازده بهمن ماه برابر با یکم فوریه سال 2016 میلادی روزنامه ابرار اقتصادی با قیاس تطبیقی کارنامه تجارتی دو دولت روحانی و احمدی نژاد و با اشاره به اینکه درآمد درآمد نفتی کشور نیز نصف شد نتیجه گرفت که عمل کرده تجاری احمدی نژاد دو برابر بدتر از روحانی است همان گونه که در صدر مرور خبرها و نظرها و سرفصل ها نیز اشاره کرده بودم روزنامه ها به طرز مشهودی با بندی به دو طیف چپ و راست در واقع صفحاتی میانه نداشتند در واقع همه روزنامه های اصولگرایان علیه سیاست های نیمه باز اقتصادی دولت روحانی شوریدند حتی خرید هواپیماهای ایرباس را نیز زیر سوال بردند و خلاصه نوسازی را معادل تجدد خواندند و در این راه همگی اظهارات نظامی گرایانه خامنه ای و اعطای نشان فتح به سرداران سپاهی را ستودند از جمله کیهان موضوع و مطلب اصلی شماره امروز را با اشاره به تاریخ دوازدهم بهمن که سال روز ورود خمینی به ایران بوده به گونه یاراست که مستقیم و معنادار به تیم دولتیان حاکم و طیف هاشمی و روحانی تاخت همان گونه که میبینید به نقل از خمینی نوشت که من آمده ام دست اجانب را از این مملکت کوتاه کنم کیهان با چیدمان مطالب کوتاه از برخی از مسئولین عهد پهلوی و روحانی کشید هر دو طیف را در یک مسیر و ترازو و وزنه بنشاند که در واقع مرعوب آمریکا هستند از جمله خطاب به ظریف گفت آقای وزیر خارجه به یاد دارید که سه سال پیش گفته بودید که آمریکا با یک بمبش میتواند تمام سیستم های نظامی ما را از کار بیاندازد و در سوی دیگر در مساق تطبیقی نقل قولی از رزمارا را نوشت که گویا گفته بود ایران قادر به ساخته یک کارخانه سیمان یا مدیریت یک کارخانه سیمان نیست ادبیات مختص کیهانی ها در هر روی کیهان یادداشت اصلی شماره امروز رو نیز با عنوان نقش راه انقلاب 37 سال بعد به قیاس نسل ها پرداخت و در این نوشتار نیست تا, تا توانست در واقع بر دولتیان خورده گرفت که چرا رفع تحریم رو تبلیغ می کنند و آن را معادل تجدد و پیشرفت می خواند بلکه بایستی کماکان به زمین کیهان نشینان بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرد ایمانی در بخشی از این نوشتار بلند که بیشتر شبیه بولتن ضد دولتی است روحانی رو مورد خطاب قرار داد و ضمن حمله به سیاست تنش زدایی دولت روحانی با الفاظ بسیار تند این گونه بر دولت روحانی تاخت که خودکامگی و تقلب در داخل و انفعال و صدق خوری و چشم به دست بیگانگان دوختن در حوزه خارجی است این مدل راه به فروپاشی سازمان یافته ایران میبرد و با تراز عزت ملت انقلابی ایران و دولت جمهوری اسلامی تضاد دارد و در پایان هشدار داد که مبادا که به خاطر یک مشت رأی یا صحنه آرایه های انتخاباتی گرد چون ننگی به دامن دولت بنشیند که به نظر من بسیار با واژگان تند و تیز بر دولتیان تاخت و شورید ادامه میده هم با در های انتخاباتی از روزنامه های راست نجابت تاکتیکی و بازی هوشمندانه عنوان یادداشت امروز روزنامه سپاه پاسداران یعنی روزنامه جوان بود که در واقع شخص عبدالله گنجی مدیر مسئول این روزنامه انتشار داد نویسنده این روزنامه سیاست این دوره انتخاباتی اصولگرایان را نجابت تاکتیکی و یا بازی هوشمندانه خوانده چرا که این بار به این نتیجه رسیدن که نه امکان اصلاح طلبی بر نظام را دارند و نه امکان مشروط کردن حکومت و نه امکان جمهوری تمام ایار و سکولاریزه کردن نظام برای آنان فراهم است یعنی دیکتاتوری مطلق و محض دیگه دست خودشان است نه قیبت آنان بر فرایند عمومی کشور در انتخابات تأثیر به سزایی دارد و نه حاکمیت به دنبال کشیدن ناز آنان است بنابراین فشارهای زیادی را بر خود وارد کردند تا کل شقهای روشن فکر را کنترل کنند مدیر مسئول روزنامه سپاه در واقع معتقد بود که اصرار اصلاح طلبان به حضور در انتخابات به هر صورت و تحت هر شرایطی است عمده ترین دلیل این معشی را به زعم جوان میتوان میدانداری غیر روشن فکران در صحنه دانست آنان صحنه انتخابات را در واقع منهای روند و نتیجه آن عرصه تولید سرمایه اجتماعی میدانند و از بستر و زمینه مهیای آن برای تحرک و تحریک اجتماعی بهره میبرند ستون نویس روزنامه جوان تریبون ارگان سپاه پاسداران در پایان با ذکر مصادیقی به تحلیل مصداقی جریان‌های حاضر اصلاح طلبی و رابطه با دولت کنونی پرداخت و با ذکر نام نوشت که میدانداری حزب کارگزاران برای تجدید نظر طلبان چون اعضای سابق حزب مشارکت و سازمان مجاهدین و حتی حزب مشارکت شماره دو که منظورشون اتحاد ایران اسلامی است و ندای ایرانیان از زهر کشنده تر است. آنان بازی شطرنجی را رو با روحانی شروع کردند که نه بر اساس باور و اندیشه مشترک که بر اساس نیاز متقابل است نه روحانی میتواند از آنان خلاصی یابد و نه آنان حیات سیاسی و حرکت در خط و رأس جغرافیایی نظام را بدون روحانی ممکن میدانند که تحلیلی است برآمده در محافل صرف اصولگرایی ادامه میدهیم با دیگر مطالب منتخب در برنامه امشب خامنه ای و مراسم چند باره تقدیر و تشکر و سپاس از سپاهیان خلیج فارس که چند سرباز جوان آمریکایی رو دستگیر کرده بودند امروز نیز مجددا موجز خبرها و نظرها رو به خود اختصاص داد البته تاکید و اصرار رو بر این سمت و سو موضوع رو در واقع کاملا سیاسی کرده و جهت های جناهی هم داده است چرا که تنها یک هفته نمیگذرد از مراسم تقدیر و تشکر این فقیه از سپاهیانو خوشبش و شادی هایشان و این دور در واقع دور جدید تقدیرها قبل از اینکه حب به سپاهیان باشد گویی یا است به سیاست های تنش صدایی آغاز شده دولتیان علا ایو در این میان روزنامه حمایت ارگان قوه قضایی با نمایش سحنه از نشان فتح خامنه ای سردار جعفری رو نیز نشان میدهد که می خندد و کنار سردار وحید سردار بی لباس و بی نشان است همینطور رسالت وابسته به طیف معتلف ایها و جناه بازار و یا روزنامه تندروی وطن امروز که با سه واژه سرشار از عصبیت نوشت فت این است از موضوع مذکور نیز عبور می کنیم فاطمه معتمد آریا امروز نیز صدرنشین صفحه نخست برخی از روزنامه ها بود از جمله قانون در گزارشی به عنوان شب دلجویی به مراسم افتتاحیه 34 جشنواره فیلم فجر در تالار وحدت می پرداخت. این گزارش یکی از نکات قابل توجه این مراسم را حضور نداشتن بزرگانی چون مشایخی، کشاورز و همینطور نصیریان و انتظامی دانست. بر اساس گزارش روزنامه قانون با خوانده شدن نام معتمد آریا جمعیت حاضر یک دست به تشویق این بانوی سینمای ایران پرداختند تا با تشویقهای خود بیمهری های این روزهای سینما را از دل روسری آبی در آورند. روزنامه میان روی شرق یادداشت و سرمقاله اصلی را به جدال انتخاباتی اختصاص داد. موضوعی که این روزها بسیار موجب خشم و آزردگی جمعی از اصلاح طلبان است همانا رد صلاحیت نمایندگان و نامزدهای این طیف از یک طرف و در واقع اعلام مکرر رقیب مبنی بر اینکه اصلاح طلبان به وفور نامزده انتخاباتی دارن از سوی دیگر است در این راستا خانم اشرف بروجردی از معاونین وزارت کشور در دولت اصلاحات در یادداشتی به عنوان تاکتیک نخنما شده کوشید به تحلیل و واکاوی این رفتار دوگانه ی فضای سیاسی سی حاکم از سوی اصولگرایان بپردازد اشرف بروجردی اشاره کرد که بخشی از اصولگرایان که به دلیل کهنه بودن روش آو و سخنان چندان بین خود طرفداران این جنا هم پایگاهی ندارند تاکتیک نخنما شده ی تازه ای را در پیش گرفتند. آنان اعلام میکنند کنند اصلاح طلبان به اندازه این نامزد در کشور دارند که فهرست های آنان از هم اکنون بسته شده است. این در حالی است که در بررسی صلاحیت ها توسط حیط های نظارت جمع کثیری از نامزدهای های اصلاح طلب و حتی چهره های میان روی حامی دولت رد صلاحیت شدند. از منظر این نویسنده و فعال سیاسی اصلاح طلب اصولگراها سالهاست به دنبال آن هستند که در عرصه سیاست بتوانند برای خود پایگاهی ایجاد کنند که مقبول عامه مردم باشد اما روی کردهایی که شادمانی از حذف رقیب بخشی از آن است اصولگرایان را به چنین دستاوردی نمیرسند این بار آنها به تاکتیک اصلاح طلبان نامرئی روی آوردند تا اگر شرایط به همین صورت باقی بماند و حاصل انتخابات مجلس به سود اصولگرایان شد اعلام کنند رقبای ما نامزد داشتند اما رأی نیاوردند و در پایان و در وقت باقی مانده برخی از روزنامه های ایران از انتخابات آمریکا نیز در واقع قافل نماندند و سحنه از رقابتهای تند و تیز دو جناه جمهوری خواه و دموکرات را از ایالت آیووا گزارش کرده بودند از جمله روزنامه مردم سالاری از آن به عنوان جنگ یاد کرد و در گزارشی به عنوان آغاز جنگ برای تصاحب کاخ سفید به صحنه های و گریز در رقابت های انتخاباتی آمریکا اشاراتی کوتاه داشت وقت تمام شد و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین فرصت و فضا به پایان میرسد بسان بیشین شبها از شما بینندگان عزیز ایران فردا دعوت می کنم بیننده برنامه یه تکمیلی خبری تحلیلی باشید که با نام آن سوی خبر بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد در این راه همراه با شما تا شامگاهی دوباره و دفتر تازه ای از صفحه یک در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود